خب امروز اومدیم با آموزش کیک پرطرفدار بازی پابجی. توی این ویدیو شما یاد میگیرین تجهیزات اصلی بازی پابجی رو تا حدودی درست کنین. اول از همه میریم سراغ کلاه خود، یه توپک یونولیتی انتخاب میکنیم. سایزش بستگی به سایز کیکتون داره. بیشتر از نصفش رو با کاتر میبرین. بعد فوندانت رنگ خاکستری، یعنی مشکی نباشه ترجیحاً، برمیدارین برز میدین، با بردن پهنش میکنین، نه زیاد نازک باشه نه زیاد کلوف باشه. بعد با چسب توبک یونولیتیمونو چسب میزنیم. اگه آب باشه آب میزنیم، ولی زیاد خیسش نکنین که فوندانتمونو آب میکنه. فوندانتمون رو روی توبک پهن میکنین همونطور که توی ویدیو میبینین. اگه یک جا پهنش کنین خمیرتون جمع میشه. سعی کنین آروم آروم پهن کنین فوندانتو و با دستتون بکشین. اضافه های فوندانتو ببرین. اگه جاهایی هم که چسب نداشته باشه دوباره چسب بزنین. آروم آروم فوندانتو جمع کنین که همه جای توبک یونولتی رو بگیره. سپس با یه تیغه اضافه های فوندانتو میبریم مثل ویدیو. فقط سعی کنین تمیز کار کنین، جایی هم که نباشه با دستتون دوباره صافش کنین. همونطور که مثل شکل باشه یه همچین حالتی باید داشته باشه. بعد جلوی کلاه خودمون یه قسمتی داره، میخوایم اونو ببریم. نیاز داریم به یه فوندانت مستطیل شکل. فوندانتتون رو دوباره باز کنین همونطوری که توی ویدیو میبینین. یه شکل همچین شکلی داشته باشه، فقط مستطیلتون نباید کوچیک باشه، کوچیک باشه بد دیده میشه. یه همچین شکلی رو میبرین، سعی کنین اندازه هاش درست باشه، یعنی اگه کوچیک یا بزرگ باشه خوب دیده نمیشه. یه ابزار هم تو تصویر میدید دات زنه، سایز متوسطش روی قسمتی که میخوایم بچسبونیم چسب میزنیم. دوباره من این جذاب استفاده کردم. قسمت جلوی کلاه خودو میچسبونیم. سپس با ابزار دات زن کناره های این قسمت رو دوتا نقطه میذاریم. سپس با یه تیغه که من تیغه استفاده کردم، شما میتونید با هر ابزاری که تو دم دستتون باشه این خطوط رو ایجاد کنید. کلا خودمون یه قسمت چشمی داره. فوندانت رو باز میکنین ببینین ضخامت فوندانت باید یکم کلوفتر باشه که چشمی رو بتونیم درست در بیاریم. یه حالت مستطیل شکل میبریم. لبه هایی که بریدیم با دست یکم نرمش میکنیم که حالت زیاد صاف و یه دست نباشه. دوباره با تیغه خطوط رو مشخص میکنیم، چسب میزنیم و قسمت چشمی کلاه خودو میچسبونیم، درست مثل ویدیو، یعنی حالتی که من درست کردم. الان برای اینکه کلاه خودمون یکم حالت حس، یعنی فلزی بودن و براق بودن بهمون بده، یه رنگ پودری داست خاکستری ور میداریم. همیشه دم دستتون یه دستمال کاغذی یا کاغذ روغنی باشه موقع استفاده از رنگ پودری که اضافه رنگ رو بتونین بگیرین. سعی کنین یه دست رنگش کنین که خوب در بیاد. امیدوارم که یاد گرفته باشین. حالا میریم سراغ نارنجک، نارنجک دستی. من اینجا از رنگ سبز و قهوه‌ای استفاده کردم برای اینکه رنگ سبز ارتشی رو به دست بیارم. مقدار رنگ قهوه‌ای بستگی به خودتون داره. اگه میخواین سبزی که درست میکنین پر رنگ باشه قهوه‌ش بیشتر باشه، ولی اگه میخواین روشن‌تر باشه قهوه‌ای رنگ قهوه‌ای کمتری استفاده کنین. برای چونه زدنم ببینین، من فوندانتمون رو گردش میکنیم، بعد با دستمون روی صفحه میز هر جایی که کار میکنین با دست یکم حالت بیزی بهش میدیم.
حالت بیزیک گرفت با دست ما میایم بالا و پایین فوندان. تو اول من قسمت بالاشو انجام میدم، مثل اینی که با دست میخوام یک گودی ایجاد کنیم و سعی میکنم با دو تا انگشتم این کارو بکنم، مثل نیشگون گرفتم باشه. فقط اینجا ترجیحاً یه جا این کارو نکنین، یه جا اینجا این کارو انجام بدین، فوندان جمع میشه و خطوط ایجاد میشه، یعنی چروک میشه. حالتی که ایجاد کردین بالا و پایینشو ببرین، بعد با یه انگشتتون کناره هاشو مثل ویدیو یکم صاف کنین که مسطح باشه. یه همچین شکلی به دست میاد. حالا میخوایم قسمت زامن نارنجک رو درست کنیم. فوندانت رو پهن میکنیم، یه حالت مستطیلی شکل میبریم، ولی بالاش باید یه کوچولو گرد باشه و پایینش رفته رفته کوچیک باشه، یعنی یه اندازه مستطیل نداشته باشیم. میتونین اندازه طولش رو بذارین روی خود خمیر که درست کردین، فرم اصلی نارنجک، اونجا برش بزنین. بعد یه کوچول از همون رنگ فوندانت برمیدارین، مثل یه شکلی که من ایجاد میکنم تو ویدیو، حالت لوله‌ای ایجاد کنین. اگه براتون سخت بود با انگشت این کار بکنین، با اتوی فوندانت انجام بدین، خیلی نازک باشه. چون میخوایم زامن نارنجک رو درست کنیم، یه حالت حلقه مانند داشته باشه، زیاد کلاف نباشه که ظریف دیده بشه. بعد من قسمت هایی که میخوایم این کار رو انجام بدم اضافه کنم، چسب میزنم، همجوری که گفتم زیاد چسب نزنین که هم تمیز در نمیاد کارتون، هم باعث آب شدن فوندانتتون میشه، خمیر فوندانتتون. دو ردیف نوار میچسبونم، اضافیشو با کاتر میبرم. قسمت بالاشو میچسبونم. سعی کنین قسمت بالاشو ببینیم، من با انگشتم یه کوچولو حالت قائم بهش میدم، یعنی شکسته دیده بشه. این کارو انجام بدین که زیباتر دیده بشه کارتون. حالا حلقه این کارو میخوایم درست کنیم، سعی کنین قشنگ گرد باشه که زیبا دیده بشه. امیدوارم تا اینجای ویدیو که کار سختی نباشه. دوباره درستش میکنیم که گرد باشه، یعنی حالت دایره داشته باشه، بیزی نباشه. من دوباره با همون لبه تیغه حالت چند ضلعی بودن و اون نارنجک رو میخوام بندازم، یعنی شیارای روش رو میندازم. گفتم شما با هر ابزاری که دم دستتونه میتونین این کار رو انجام بدین، یعنی با خطکش هم میتونین این کار رو انجام. فقط سعی کنی خطوطتون صاف باشه، یعنی کج نباشه. زیبا تر دیدن کارتون خیلی تاثیر داره. اینم از نارنجک دستیمون. و حالا میخوایم بریم نوبت تجهیزات بعدی. که میشه فشنگ ها. من از دو رنگ استفاده میکنم، همون سبز ارتشی که درست کرده بودم و باز میکنم با خمیر فوندان، ولی زخامتش همونطور که تو ویدیو میبینین باید یکم زخیم تر باشه، چون مثل جعب است، یه گوتیه. یه تیکش رو میبری، مربع نباشه، باید مستطیل باشه. یکشو شابلون کار قرار میدیم و اندازشو از روی اون میبریم. برای فشنگ ها هم از رنگ سبز ارتشی استفاده کردیم، هم از رنگ کرمی روشن. دوباره خمیر رو باز میکنیم، ولی ضخامت فوندانتمون باید زیاد باشه. دوباره همون الگوی فشنگ های قبلی رو روی خمیرمون قرار میدیم و به همون اندازه برش میزنیم.
حالا یه رنگ سفید رنگ، یعنی خمیر سفید رنگ برمی‌داریم. یکم من نشسته روی صفحه کارم زدم که خمیرم نچسبه. این قسمت باید خمیرتون خیلی نازک باشه، چون یه حالت میخوایم کاغذ مانند داشته باشه، برچسب این جعبه فشنگ ها رو میخوایم درست کنیم. حالت مربع ببرین، نباید از عرض جعبه فشنگ هاتون زیاد باشه چون که بیرون میزنه. یکی یکی ور میداریم و روشون میچسبونیم. به ترتیب همه فشنگ ها رو اینجوری برچسبشون رو میزنیم. صاف و یک دست بودن، دقت کردن، ریزه‌کاریه که کار شما رو زیبا نشون میده. و سعی کنین مربعایی که میبرین گوشه هاش کشیده نباشه، مستطیل شکل دیده نشه. این کار خیلی کمک میکنه به زیباتر دیدن کارتون. حالا یکم آب با یه پالت رنگ میارین، رنگ قرمز نیاز دارین، رنگ مایه و رنگ مشکی. با یه قلموی خیلی نازک 2-0 یا باشه ترجیحاً خوبه، وسط این لیبل دیگه برچسب فشنگ هامونه رنگ قرمز میزنیم یه نقطه. همه فشنگ ها رو دونه دونه رنگشون میکنیم. حالا با یه رنگ مشکی علامت اگه درست میگم کالیبر رو میکشیم روی فشنگ ها. اگه اسم درستش رو میدونین توی کامنت ها برامون بنویسین. یه حالت به اضافه داره از مرکز بکشیم، فقط به این دقت کنین که رنگ قرمزی که کشیدین از قبل باید خوش شده باشه. بعد دوتا حالت دایره بکشین دور اون دایره قرمزی که کشیدین. فقط سعی کنین کج و کوله نباشه، برای منم گاهی پیش میاد، ولی اگه درست بکشین خیلی زیباتر دیده میشه. بعد اینکه این علامت ها رو کشیدین، قسمت چپ این جعبه فشنگ یه حالت نوشته مانند داره که چون این بازی رو خودم هم دوست دارم و خودم بازی میکنم، میدونم این فشنگ ها هر کدوم اسمی داره، یعنی میگه که 7.6 و 5.6 میلیمتره و هر کدوم برای یه تفنگیه. نوشته رو به صورت شماتیک بنویسید، مثل همین طوری که من نوشتم. حالا میریم سراغ کیت، یعنی کیت سلامتی که درست کنیم. رنگ سفید رو بر میداریم، حالت بیزی بهش میدیم، مثل ویدیو یه حالت بیزی بهش بدین. وسط این کیت یه حالت گرد مانند با رنگ قرمز داره و کلمه هلس یعنی اچش رو با رنگ مشکی سفید میتونیم بنویسیم. گردی رو با یک کاتر فشاری گرد یا هر چیزی که دم دستتون باشه ببرین. اگه نتونستین میتونین با رنگ قرمز با قلمو بکشین، حرف اچ رو روش بنویسین. بعد از همون رنگ هایی که مونده، رنگ کرم و سبز ارتشی خیلی نامنظم، شکل هایی که شبیه لباس ارتشی هستش رو روش پیاده کنین، با دو رنگ انجام بدین که میشه شبیه کیت سلامتی. ببینین به همین راحتی، خیلی کار سختی نیست. تجهیزات بعدی نوشیدنی انرژیزا هستش. ترجیحا یه رنگ آبی سیر بردارین، رنگ نوشیدنی کوکاکولا باشه، گردش کنین، لولش کنین، زیاد نازک نباشه، یعنی گردیش استوانه بودنش. با کاتر ببرین هر چند تا که دوست دارین ببرین. و
من اینجا دو تا درست کردم، بعد باز با پشت لبه تیغه کاتر ببینین بالا و پایین نوشیدنی که حالت فلزی نقره‌ای رنگ داره رو با خطوط مشخص میکنیم. بعد با انگشتتون اون قسمتی رو که جدا کردین یکم یه کوچولو فشار بدین که از بدنه اصلی کوچیک‌تر دیده بشه، همینطور که تو ویدیو میبینید. بعد وسط این نوشیدنی دو تا گردی داره، مثلا لیبلشه، با هم کاتر فشاری کوچیک فوندانت سفید رو باز کنین، دو تا دایره ایجاد کنین و بچسبونین روی نوشیدنیاتون. بعد با رنگ قرمز یه نوشته شماتیک روش بنویسید، رنگ پودری نقره‌ای رو با کمی روغن قاطی کنید یا با الکل، هر کدومی که ترجیح میدید قاطی کنین و قسمت‌های بالای نوشیدنی رو رنگ کنین رنگ نقره‌ای. یکم حوصله به خرج بدین، کارتون خیلی تمیزتر در میاد. تاپر بعدی به شکل جعبه هستش. خمیر قهوه‌ای رنگ رو ببینین ضخامتش باید خیلی زیاد باشه، باز کنین بعد به شکل مستطیل شکل ببرینش. این جعبه وقتیه که وقتی یه شخصی تو این بازی بمیره این جعبه به جاش ایجاد میشه و تمام تجهیزش داخلش قرار میگیره. دوباره فوندانت رو باز کنین با ضخامت کم، دو تا نوار ایجاد کنین که کناره های این جعبه قرار بگیره. من دوباره با لبه تیغه کاتر خطوط ایجاد میکنم روی جعبه که شبیه چوب دیده بشه، یعنی بافت چوب رو بهش میدم. من با تیغه کاتر انجام میدم که بدونین ابزار خاصی نیاز نیست، فقط بعضی شیارها رو عمقش رو زیادتر کنی که قشنگ دیده بشه. الان اینجا متاسفانه ویدیو یکم تار شده، من دقت نکردم، ولی خب مشکلی نیست، مشخصه. نوارها رو مثل ویدیو بچسبونین روش، اضافهاش رو با تیغه ببرین، دقیقا شکل همین شکلی باید باشه که تو ویدیو میبینید. با ابزار داتزن کناره های اون نوارها رو نقطه بزنیم مثل این که با میخ کوبیدن روی چوب. حالا میرسیم قسمت جذاب تجهیزات، یعنی دراپ هستش. یه حالت مکعب مربع داره، من از این یونولیت استفاده میکنم. هر یونولی که دم دستتون باشه میتونین استفاده کنین، فقط طول، ارتفاع، همه طرفش یعنی عرضش باید یه اندازه باشه چون که مربع هستش. اینجا ارتفاع یونولیت هم چون 5 سانت هست از هر طرف 5 سانت رو من جدا میکنم. بعد با یه تیغه یعنی کاتر در واقع میبریمش. سعی کنین کاترتون رو درست عمود بگیرین، اگه کج بگیرین زاویه هاتون کج میشه، پس دقت کنین به این نکته. وقتی که بریدین، چون یونولیت بعد از برش یکم ناهمواری داره، با یه سنباده روی یونولیت بکشین، سنباده بزنین که هر ضلعش صاف و یک دست باشه، چون که اگه اینجوری نباشه زیر فوندانت مشخص میشه و کارتون تمیز در نمیاد. روی میزتون رو تمیز میکنید. زل های دراپمون یا این جعبمون قرمز رنگ هستش، خمیرمون رو ورز میدیم و با وردنه بازش میکنیم. ارتفاعش رو دقت کنین که از چون ما ارتفاع هر زلمون 5 سانت بود باید از 5 سانت کوچیکتر نباشه. دورای کار رو میبریم که تمیز باشه. بعد یونولیتمون رو نگاه میکنیم، هر قسمتش که صاف بود قسمت بالاش قرار میدیم که صاف دیده بشه، کج نباشه. یونولیتمون رو چسب میزنیم و روی خمیرمون قرار میدیم، درست لبه خمیر غلطش میدیم و میچسبونیم. اضافه فوندانت رو ببینید من برش میدم از همونجا
از زیرش جدا میکنم. حالا یک دست میتونیم بچسبونید، لبش دیده نشه، زیاد مشخص نباشه. قسمت اضافی بالای جعبه رو با تیغه میباریم و یه مکعب خیلی تمیز الان داریم. دوباره با لبه تیغه خطوطی روش ایجاد میکنیم، خطوط عمودی. توی همه زل ها سعی کنین ایجادش کنین که زیبا باشه، مثل ویدیو. حالا این دراپمون مثل این که از همه طرف با نخ بستنش، به خاطر همین با رنگ مشکی خیلی نازک باز میکنیم فوندانت و خطوط نواری رو میبریم. سعی کنین ضخامتشون یکی باشه. فقط اگه دقت کنین، من از بیرون فوندانت این برش رو انجام نمیدم، چون که اگه این کار رو بکنم فوندانتم کج میشه یا حرکت میکنه. من همیشه سعی کردم از وسط فوندانت این کار رو، نوارهای کوچیک رو ببرم و ایجاد کنم. نوارها رو جدا میکنیم و یه گوشه میذاریم که قسمت بالای دراپمون رو بازش کنیم، خمیرشو. رنگ آبی رو ور میداریم، بازش میکنیم. زیاد نازک نباشه، زیاد کلوف نباشه. سعی میکنیم از هر طرف، از هر زلی که هر فاصله گرفتیم، از همه طرف این فاصله رو رعایت کنیم، یعنی یک طرف بیشتر یک طرف کمتر نباشه. بالای باکسمون چسب میزنیم، اضافی چسب رو میگیریم، فوندانتمون رو روش پهن میکنیم. از هر طرف باید یک اندازه باشه. گوشه هاشو ببینین چه شکلی ایجاد میکنم، حالت مثلث داره، باید این شکلی باشه. باید انجام دادین یکی کوچولو بدینش پایین که قشنگ تر دیده بشه. حالا نوبت نوارهایی هست که روی دراپمون هستش. قسمت هایی که میخواییم بچسبونیم یک کوچولو چسب میزنیم. سعی کنین فاصله نوارها از هر طرف یکسان باشه که زیباتر دیده بشه. درست صاف و عمود بچسبونین. همونطور که گفتم سعی کنین دقت کنین، یعنی زیبایی کارتون به ظرافت و وقت و دقتیه که میذارین. فاصله ها رو رعایت کنین که کارتون تمیز و زیبا دیده بشه. همین هست که کار شما رو با بقیه متمایز میکنه. مثل ویدیو همین کارو که انجام دادین، دراپمون تموم شد. امیدوارم لذت برده باشین.